بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت در خدمتتون هستیم با جلسه دوم درس پیوستسازی سازها. خب جلسه قبل یک مقدمه خدمتتون عرض کردیم. امروز میخوایم مقدمه بود بر در واقع کل درس و ما در جلسه قبل مراجع رو معرفی کردیم و نحوه ارزشیابی رو و به همراه سرفصل و این موارد رو گفتیم. یک کلیاتی از درس بین‌سازی سازا بودیم. خب این جلسه باز مقدمه است و یک سری مفاهیم و پایه در بحث بین‌سازی رو خدمتتون میدیم. خب اولین موردی که هست اینه که یک مسئله بهینه‌سازی چجوری تعریف میشه. خب مسئله بهینه‌سازی یک اپتیمایزیشن پرابلم معمولا بچه‌ها به این صورت هستش که ما یک تابعی رو داریم، یک تابعی هستش و ما این تابعی رو که داریم میخواییم حالا یا ماکسیمومش کنیم یا مینیمومش کنیم. پس مسئله بهینه‌سازی بچه‌ها معمولاً به صورت ماکسیمایز کردن و یا مینیمایز کردن یک تابع بیان میشه. پس یا ماکسیمایز یا مینیمایز کردن یه تابع است. حالا این تابع چیه که حالا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد و عرضم به حضورتون و حالا مسئله ماکسیمایز باشه یا مینیمایز باشه رو هم در موردش صحبت کنیم. خب ماکسیموم کردن، حالا یک مثال میزنم. مثلا در مورد بحث ماکسیموم کردن در یک مسئله، مثلا فرض کنید یک سود یک شرکت رو ما تحت اثر پارامترهای مختلفی میخواییم بررسی کنیم. این پارامترهای مختلفی که در سود شرکت تأثیر دارن رو اصطلاحاً بچه‌ها دیزاین پارامتر می‌گیم و سود این شرکت رو که می‌خوایم ماکسیمایز بشه رو با در واقع اون تابع می‌گیم، فانکشن می‌گیم. پس این فانکشن معمولاً چیه بچه‌ها؟ اصطلاحاً بهش تابع هدف هم میگن، یعنی به این تابع در واقع فانکشن به صورت کلی به این فانکشن میگن objective function. objective به معنای هدف، تابع هدف، objective function که طی یه سری پارامترهایی که ما داریم اون رو میخوایم در واقع مینیمم کنیم. خب objective function رو اگر با f نشون بدیم، این f خودش تابعی از یه سری پارامتر هاست. این objective function خودش تابعی از پارامتر هست. مثلا همون سود اون شرکت تابعی از متغیرهای در واقع خود شرکت و متغیرهایی که در بازار هستش و شرکت‌های رقیب هستش و از این داستان‌ها. این در واقع پارامترهایی که تابع به اون وابسته است، اون پارامتر رو بهش میگیم design پارامتر و این چیزی که میخواییم مینیمایز یا ماکسیمایز بشه خود بهش میگیم تابع هدف. پس این F خودش بچه ها میتونه تابعی از یه سری متغیرها بشه، متغیرهای X1، X2 تا الی آخر، تا مثلا N تا ما اگر پارامتر داشته باشیم. پس این N تا پارامتر به این X1، X2 و تا XN اصطلاحا بچه ها تابع چی میگن؟ اینا بهش میگن در واقع دیزاین پارامتر. به اینها میگن دیزاین پارامتر. پس اینها چی هم بچه ها؟ اینها دیزاین پارامتر هستن و خود اف ابجکتیو فانکشن هستش. پس اینجا ما دیزاین فانکشن هست، دیزاین پارامتر هستن، اینها پارامترهای طراحی هستن، این ایکس ها و خود اف ابجکتیو فانکشن. همونجوری که عرض کردم خدمتتون، این تابع فانکشنی که ما داریم میتونه به صورت
حالا با توجه به مسئله‌ای که داریم میتونه ماکسیمایز بشه، میتونه به در واقع مینیمایز بشه، که بستگی به مسئله داره. مثلا یک مثال که زدم برای بحث سود یک شرکت که معمولا میخواد ماکسیمایز بشه و ارزم بزرگ اون چیزی که میخواییم مینیمایز بشه معمولا بهش میگن هزینه. ما هزینه ها رو میخواییم مینیمایز کنیم. معمولا تو بحث سازه ما مثلا پارامتری که میخواییم مینیمایز کنیم، معمولا بحث مینیموم کردن رو داریم تو سازه. مثلا بحث باز وزن ساز هست، وزن سازه یه جوری همون هزینه هست. پس بچه ها ما مسئله بهینه سازیمون اگر ماکسیمایز باشه، در واقع ماکسیموم کردن باشه، به این فانکشن، به این فانکشنی که اینجاست، به این فانکشن میگن تابع هزینه. به این تابع میگن تابع هزینه، میشن کاست فانکشن. پس ما عوض میخوام واسه ماکسیموم بهش میگن سود. ما معمولا اون تابعی رو که میخوایم ماکسیموم بشه رو بهش میگیم بنفیت فانکشن، یعنی تابع سود. پس ما تابعی رو که میخوایم، این تابع F که میخوایم ارزم بزرگتون ماکسیموم بشه بهش میگیم تابع سود، این ماکسیموم بشه. و تابعی که میخوایم مینیمایز بشه و بهش میگیم کاست فانکشن، تابعی که در واقع هزینه. این اسم کلی هستش که به این تابع اطلاق میشه. پس اسم کلی این تابعی هستش که حالا در کل در مسائل بهینه‌سازی کلن حالا یا کاست هستش یا بنفیت هستش، به هر دوتای حالت اسمشو میذارن چی؟ ابجکتیو فانکشن. در هر دو صورت حالا چه کاست باشه چه بنفیت باشه بهش میگن ابجکتیو فانکشن، تابع هدفی هستش. حالا تابع هدف حالا یا ماکسیموم میشه یا مینیمم میشه، که این بستگی به اون پارامترهایی که داره که در واقع به اون وابسته است، که به این پارامترهای وابسته دیزاین پارامتر میگن. خب عرضم به حضورتون که ما در بحث بهینه‌سازی جلسه قبل هم صحبت کردیم، معمولا تو این درس استراکچرال یا کلن تو بحث‌های مربوط به بهینه‌سازی معمولا بحث ماکسیمایز رو لحاظ نمی‌کنن و فقط این مینیمم رو به عنوان بحث بهینه‌سازی با اون مواجه هستن. پس ما در مسائلی که ماکسیمایز هستن میتونیم به راحتی اون رو تبدیل کنیم به یک مسئله مینیمایز، که حالا جلوتر یه مقدار جلوتر بهتون میگیم که چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس فعلا بدونید که کلن توی این درس منظور از بهینه کردن مینیمایز کردن یک تابع است، یعنی این پایینی. پس ما توی این درس فقط بحث مینیمایز کردن رو داریم به عنوان بحث بهینه‌سازی. پس ما بحث‌های بهینه‌سازیمون در این درس به صورت کاست فانکشن هستن که در واقع ما انتظار داریم که اونا رو مینیمم کنیم. مثل چی؟ مثل وزن سازه. مثل چی؟ مثل هزینه سازه. مثل چی؟ مثل احتمال شکست سازه دوست داریم که تا حد ممکن کم بشه. اینا رو مسائلی هستن که ما در بحث در واقع طراحی سازه و یا تحلیل سازه با اون در ارتباط هستیم. خب میخواییم ببینیم حالا به صورت ریاضی یک در واقع بحث در واقع بهینه سازی رو به صورت ریاضی به چه صورتی نشون میدیم. پس ما اپتیمایزیشن پرابلمی که داریم بخواییم نشونش بدیم، بچه ها به این صورت نشونش میدیم، نحوه نشون دادن ما به این صورت. از این به بعد بچه ها
یک بحث بهینه‌سازی رو به این صورت نشون میدیم. می‌نویسیم مینیمم بشه، مینیمایز بشه اف این تابع. حالا این تابع که از این بعد دیگه میدونیم یه کاست فانکشنه، ولی ما دیگه بهش نمیگیم کاست فانکشن، درسته؟ چون مینیمایز داره میشه کاست فانکشنه، ولی به این اف میگیم چی؟ ابجکتیو فانکشن. پس این اف ابجکتیو فانکشنه، تابع هدف ماست که وابسته به یه سری دیزاین پارامتر هست، یه سری تابعهای هدف، یه سری تابعهای پارامترهای طراحی. ما این پارامترهای طراحی رو که x1 تا xn هستن رو اگر به این صورت به صورت یک بردار x نشون بدیم، یه x گنده، به این صورت بگیم x مساوی است با این بردارها، کل اینها که این x اولی دیگه یه برداره، من اون رو بولد نشون میدم. ببینید بولد، وقتی که بولدن یعنی چی؟ یعنی اینکه خودش شامل تعدادی پارامتر دیزاین هستش. بنابراین اپتیمایزیشن پرابلم که x رو به این صورت در نظر گرفتیم، به صورت خیلی ساده ای تبدیل میشه شکل ریاضی یه تابع در واقع مینیمایز کردن به این صورت میشه، میشه مینیمایز کردن f x. این x خودش یک برداره که شامل چیه؟ شامل متغیرهای طراحیه. به این حالتی که یه تابع ما داریم و یه سری پارامترهای دیزاین رو داریم و اصطلاحاً دیگه این x ها هیچ شرطی ندارن، مثلا این x این نیست که بگیم مثلا بزرگتر از صفر باشه یا شرط خاصی داشته باشه، این در واقع بهش میگن اپتیمایزیشن پرابلم مربوط به حالتی که بدون قید هستش، یعنی بهش میگن آن کانستریند اپتیمایزیشن پرابلم. این پس آن کانستریند، آن کانستریند یعنی بدون شرطی هستش، یعنی واسه این ایکس ها شرطی نذاشتیم، یعنی اینو که میبینید این در واقع بدون شرط هستش. خب حالا اگر شرط داشته باشیم و شرط اصلا کلن به چه معناست، شرط به چه معناست؟ خب ما فرض کنیم میخواییم وزن سازه رو مینیموم کنیم، وزن سازه رو مینیموم کنیم. خب بخواییم یه تابعی رو بنویسیم، مثلا یه مثال میزنم اینجا، example minimization of the weight, minimization the weight the weight of a structure. یه مثال دارم میزنم که ما میخواییم وزن یه سازه رو مینیموم کنیم، بچه ها وزن یک سازه رو مینیموم کنیم. حالا این سازه رو فرض کن مثلا یه قابی هستش، یه قاب مثلا سه عضوی هستش، به این صورت سه تا عضو داره، یه دونه ستون، دو تا ستون داره به اضافه یه دونه تیر، یه دونه ستون داره یه دونه تیر داره، حالا یه سری بارگذاری هم داره که حالا کاری با بارگذاری هاش نداریم و این شرایط تکیگاهی که داره. خب مسئله مینیموم سازی تو اینجا چیه؟ وزن سازه است. پس خود اینجا مینیمایز میخواییم بکنیم چیه؟ این اف ایکس، این اف چیه بچه ها؟ این اف در واقع میشه وزن این سازه و x میشه چی؟ x میشه وزن عضو مثلا ارزم به حضورتون ستون اول، ستون دوم و این تیر. پس وزنها هم میشه چی؟ وزنها هم میشه مساحت هر عضو ضرب داره، طولش ضرب داره روی اون. پس اینجا این تابع f میشه چی؟ میشه مجموعی سیگمایی از سیگمای از آه هر عضو، مساحت هر عضو ضرب در طول هر عضو، که میشه حجمش، حجم عضو ضرب در
در واقع گاما، گاما که وزن مخصوص باشه، حالا یا رو که چگالی باشه، ضرب داره روی هر عضو. که حالا معمولا تو سازه هامون ما وقتی که حالا یا سازه فولادی یا بتونی هستش، وزن روی معمولا اون جنسی که به کار برده شده یکسان هستش. یعنی اینجا این روی آی، این چگالی هر عضوه. پس ببینید بچه های، این چیزی که میبینین این جرم هر عضو، حالا ضرب در گامش میشه وزن، زدار یه جی همشه میشه برد. که حالا برای این سازه آی از یک تا سه تا عضو داریم. این عضو اول، عضو دوم، مثلا این عضو سوم. پس این تابع ما این اف، بچه ها تابع ما اف اینه. خب ایکس ها چیه؟ چیا میتونه تغییر کنه؟ ببینید طول ها که ثابته، ما قابی که داریم این طول ثابته، این طول هم ثابته، این طول هم ثابته، ابعاد ثابت، طول ها ثابته، رو جنس هم ثابته. پس چیا متغیره؟ ال ها متغیره. پس اینجا ما بچه ها پارامترهای طراحی که داریم، این ایکسی که داریم به چه صورت میشه؟ به صورت ال یک عضو میخوام، به صورت مساحت عضو یک، مساحت ها در واقع میگم مساحت مقطع میتونه تغییر کنه، آه دو و آه سه هستش. که حالا این سه تا مساحت همون چیا هستن؟ متغیرهای طراحی ما، یعنی x1 x2 و x3. یعنی این همون x1 x1 x2 و x3 ما هستش. خب پس از این رو، این رو که نوشتم نیازی نیست و این تابع مینیموم سازی به این صورت بیان میشه. پس مینیمایز fx که خود fx هم به این صورت بیان میشه. خب آیا به نظر شما، به نظر شما بچه‌ها، یک سازه‌ای که حالا مثلا یه بارگذاری هم داره، یه بارگذاری داره، آیا یه مسئله ای رو تعریف کنیم به این صورت میشه حل کرد؟ بگیم آقا این سازه میخواد وزن مینیمم بشه. این مینیمم سازی به چه سمتی پیش میره؟ یعنی این جوابش به نظر شما چیه؟ یعنی چه مساحت هایی هستش که وزنش رو مینیمم میکنه؟ خب این معلومه که بچه ها مساحت ها به سمت صفر میل میکنه که وزن به مینیمم بشه. خب این که فایده ای نداره، ما باید قید بذاریم. نمیشه که مقطع ستون ها تا حد ممکن کوچیک بشه که وزن صفر بشه. پس این حالتی که داریم، این مسئله بهین سازی صرفا بگیم این وزن مینیمم بشه، این مسئله بهین سازی رو تعریف نمی کنه. ما باید یه سری قید ها بذاریم، بگیم درسته وزن میخواد مینیمم بشه، ولی باید یه سری شرط ها رو ارضا کنه. چه شرط هایی؟ این که این مقطع درسته اینجا میخواد کوچیک بشه، ولی نباید از یه حدی کوچیک‌تر بشه. خب اون حدی که میخواد کوچیک‌تر در واقع نشه چیه؟ مثلا یک سری اصطلاحاً شرط‌ها میذاریم که به اون شرط‌ها بچه‌ها قید میگن، قیدهای مسئله بین‌سازی. مثلا توی سازه قید چی میذاریم؟ قید این رو میذاریم که تنش داخل تیر مثلا از یه چیزی کمتر نشه، یعنی تنش از یه مقدار بیشتر نشه. عذر میخوام، خب هرچی مقطع کوچیک‌تر بشه این تنش بیشتر میشه، ولی اینجا یه حدی میذاریم، میگیم آقا تنشامون کمتر از فرضمون 6 تاون مقوات. اینجا یه شرط میذاریم، میگیم که سیگما داخل هر عضوی، سیگما داخل هر عضوی کمتر از 6 تاون وای باشه، یعنی تنش داخل هر عضوی کوچیک‌تر از مثلا 6 تاون تنش تسلیم باشه. حالا یه مسئله ای ازش با در واقع فرزن به روش تنش بجاست. پس ببینید مسئله ما الان اینه. پس این مسئله بهین سازی صرفا بگیم وزن مینیمم بشه کفایت نمی، باعث شرط هم بذاریم. ببین به این شرط که تنش ها کمتر از 6 دهم اف وای بمونه، یعنی چون هرچی مقطع کوچیک‌تر بشه ممکنه تنش زیاد بشه، ولی ما میخواییم که تنش زیاد نشه. حالا این یه شرط هستش. حالا تو سازه
ما ممکنه شرط‌های دیگه‌ای بذاریم، مثلا این شرط تنش هست. ما معمولاً در سازه‌ها هم شرط مقاومت داریم و هم شرط تغییر مکان داریم. مثلا میگیم که دریفت مثلا اینجا که یه طبقه است، همینجور می‌نویسم دریفت فقط چون یه طبقه است، میگیم که دریفت کمتر از فرض کن 2% باشه، این شرط رو هم می‌ذاریم. خب اینجا ما یه سری شرط ها گذاشتیم که اولا تنش بایستی کوچکتر از 6.5 باشه و دریفت هم کوچکتر از 2% اتفاقی. پس میبینید تو مسائل عملی ما معمولا شرط هایی رو داریم که اصطلاحا به اینجور مسائل میگن اینجا unconstraint بود، یعنی بدون محدودیت، ولی مسائل ما معمولا بچه ها constraint هستن، قید دارم. از مسائل بین سازی ما معمولا مقید هستن. پس من در صفحه بعد می‌نویسم constraint of optimization به این صورت تعریف میشه، در واقع constraint optimization به این صورت هستش که ما درست دنبال مینیمایز کردن fx هستیم، ولی به شرطی که، این به شرطی که رو می نویسن subject to یعنی با تحت اثر این قیدها. خب این قیدهایی که داریم معمولا قیدها حالا به صورت ها یا نامساوی هستن یا به صورت مساوی هستن. من الان دو تا شرط به صورت مساوی نوشتم، یه سری تابه ها کوچکتر از صفر، که حالا این خود جی ها تابعی از ایکس هستن. مثلا تو این همین مسئله، تو همین مسئله 6 دهم رو که بیاریم این ور میشه سیگما آی منهای 6 دهم رو کوچکتر از صفر، و این دریفت کوچکتر از 2%، این 2% رو میاریم این ور میشه دریفت منهای 2% کوچکتر از صفر. پس ما کلن قید ها رو میتونیم به صورت یه علامت کوچکتری بنویسیم، به این میگن قید نامساوی. ما علاوه بر قیدهای نامساوی، چون کوچکتری هست، حالا اگر در منفی مثلا اگر یه قید بزرگتری داشتیم به راحتی با ضرب یه منفی در طرفین قید بزرگتری رو میتونیم تبدیل کنیم به در واقع کوچکتری. این شکلی که تابه‌های در واقع قید ما به صورت کوچکتر باشه، این حالت استانداردش هستش که می‌بینید. خب علاوه بر قیدهای کوچکتر، ما قید تساوی هم ممکنه داشته باشیم، یعنی به جای جی یه تابعی داشته باشیم به اسم اچ که چی باشه بچه‌ها، یعنی تابع ای که این مساوی باشه. خب این حالتی که می‌بینید که هم قیدهای نامساوی داره و هم قیدهای مساوی داره این در واقع مسئله مینیمم سازی ما، این حالت کلی بحث یک اپتیمایزیشن پرابلم بچه ها به صورت کلی به این شکل در واقع تعریف میشه. مینیمم کردن در واقع هدف چیه؟ هدف اینه که ما ایکس رو پیدا کنیم، در واقع هدف اینه. این اپتیمایزیشن پرابلم اینجوری در واقع تعریف میشه، اپتیمایزیشن پرابلم دیفاین از فالوینگ اکویشن فالوینگ ریلیشن، به صورت این رابطه. این بچه ها مسئله بین‌سازیه. ما کلن در سراسر این درس مسئله بین‌سازی رو که میخوایم بیان کنیم به این شکل بیانش میکنیم که حالا این رو بحث میکنیم که خود این ممکنه حالتهای مختلفی داشته باشه. این حالتهای مختلفی میتونه داشته باشه که حالا من چند حالتش رو در واقع حالت‌های مختلفش رو اینجا میگم و در طی درس انشالله با اونها آشنا خواهیم شد.
خب توی مسئله بهینه‌سازی میخوایم اف رو مینیمایز کنیم. به چه شرطی؟ میخوایم ببینیم با چه دیزاین پارامترهای اف مینیمم میشه. از اینجا هدف پیدا کردن ایکس به شرطی که اف مینیمایز بشه. پس اینجا اپتیمایزیشن پرابلم به این صورتی که find x یعنی ما میخواییم x رو پیدا کنیم که شامل در واقع دیزاین پارامترها هستش به صورتی که x رو بچه هم بولد میکنم یعنی یه بر داره این رو بولد میکنم پررنگ میکنم این x مساوی هست با حالا x1 تا xn به صورتی که در واقع fx مینیمایز بشه تحت اثر شرط های زیر خب پس اینجا ما به این fx میگیم objective function بچه ها پس این اسمش چیه objective function کل عوض میخوام کل این قسمت نارنجی چیه بچه ها اپتیمایزیشن پرابلم کلش اپتیمایزیشن پرابلمه که مثلا یک مینیمایز برده در واقع بیان میشه به این F میگن چی؟ میگن objective function پس بچه ها این F خودش objective function اسمش این F تابع هدف اسمشه ما میخواییم این رو مینیمایز کنیم میخواییم F رو مینیمایز کنیم X چی بود بچه ها؟ X عرضم به حضورتون دیزاین پارامتر هستن ما دنبال پیدا کردن دیزاین پارامترها هستیم این دیزاین پارامترها تغییر میکنن و یه جای این اف رو مینیمایز میکنن ما میخوایم ببینیم کدوم ایکسه که این اف رو مینیمایز میکنه خب به این دوتا بچه ها میگن کانسترینت یعنی قیدها از این دوتایی که میبینی این G و E اسمشون چیه؟ اسمشون قیده اینجا که نوشتیم کلن چیزی که بعد subject 2 میاد این قسمت قیده اینا بهش میگن قید از این قسمتی که میبینید اینا قیدهای مسئله بهینه‌سازی هست از این قسمت که میبینید این قیدهای مسئله بهینه‌سازی هستش که حالا اجازه بدید من این رو خالی کنم این قید های مسئله بهینه‌سازی است که کلن بهش میگن constraint از این قسمت constraint of optimization problem از اینجا constraints میشه قید ها این قید ها هستن که حالا به این gx میگن inequality یعنی نامساوی inequality constraint قید های نامساوی و به این هم میگن equality constraint قید های تساوی پس ما اینجا inequality constraint رو داریم inequality constraint رو داریم و ارزم بوجود رو equality constraint رو داریم خب پس ما دو دسته قید داریم خب این مسئله بهینه‌سازیه و اصطلاحاً چون ما یه دونه تابع هدف داریم که مینیمایز میشه بهش میگن single objective function ما یه دونه تابع هدف داریم ما بعضی وقتا در یک مسئله ممکنه دو تا چیز رو با هم دیگه میخوایم مینیمایز کنیم یا سه تا چیز رو میخوایم مینیمایز کنیم مثلا در سازه ما
میخوایم فرض کنید وزن رو مینیمایز کنیم، همزمان میخوایم دریفت هم مینیمایز بشه، دو تا پارامتر با هم دیگه مینیمایز بشه. پس اینجا میبینید ما یه دونه در واقع تابع داریم، اصطلاحا هم به اینجا تابع ماتی یه دونه ای هست، اصطلاحا هم بهش میگن سینگل فانکشن. تابع همون در واقع تک هدف هست، سینگل ابجکتیو فانکشنه داخل پرانتز، این سینگله، سینگل ابجکتیو فانکشن که این میتونه چند تا باشه که حالتی که مالتی باشه، من یه حالت رو اینجا نشون میدم، این حالتی که در واقع فرض کنید دو هدفه باشه به این صورت میشه، مثلا دو هدفه اینجا میشه مینیمایز اف یک ایکس و مینیمایز و همزمان اف دو ایکس. و حالا میتونه چند تا دیگه هم باشه، من فقط همین دو تا رو می‌نویسم، میتونه سه تا باشه، میشه چهار تا، میتونه بینا حالا ان تا باشه به صورت کلی. پس توی این حالت این ما دو تا تابع رو همزمان میخوایم مینیمایز کنیم که اصطلاحا بچه ها بهش میگن به این حالت میگن بین سازی تک هدفه سینگل ابجکتیو اپتیمایزیشن، به این میگن مینیمایز، در واقع مثلا بین سازی چند هدفه بهش میگن مالتی ابجکتیو، مالتی ابجکتیو اپتیمایزیشن. این مالتی ابجکتیوه، مالتی ابجکتیوه، این سینگل ابجکتیوه. سینگل ابجکتیوه. پس ما تابع داریم تک هدفه، داریم چند هدفه که اینجا حالا دو تا است، ولی خب کلا وقتی که میگم مالتی ابجکتیو این چند تا تابع باشه، اف یک باشه، اف دو باشه، سه تا، حالا مثلا ام تا، وقتی تا یه تعداد مشخصه. پس اینجا ابجکتیو فانکشن ما چند تاست، هم با هم دیگه میخوایم مینیمایز بشه، بهش میگیم مسئله مالتی ابجکتیو که به این صورت تعریف میشه. این پس تعریف تابع چند هدف است. خب ما عرض کردم خدمتون فعلا بچه ها ما با این قسمت فعلا کاری نداریم، فعلا ما تقریبا اکثر جلساتمون در مورد تابع تک هدف است، یه چیز رو میخوایم مینیمایز کنیم. پس ما در ادامه این درس بیشتر در مورد سینگل ابجکتیو فانکشن سر و کار داریم که در واقع این قسمت باشه. من این قسمت رو کپی میکنم، این قسمت رو کپی میکنم. خب عزیزان من، ما این مسئله بهینه سازی رو که داریم به این صورت هستش، به در چند حالت بررسی میکنیم. حالت اولی که بررسی میکنیم اینه که تابع F، تابع G و تابع ای بر حسب ایکس هایی که هست یه سری روابط خطی باشن، یه سری روابط خطی باشن. تو این حالت اصطلاحا بهش میگن لینیر اپتیمایزیشن. پس بحث لینیر اپتیمایزیشن به این صورت هستش، اگر اگر تابع The objective function function یعنی f and constraint function که constraint functions چیا هستن بچه ها؟ G و E.
G and E are linear functions respect to and respect to design parameter design parameter چیه؟ X خب اگر objective function یعنی F و چی و G و E همشون توابع خطی نسبت به X باشند are linear functions respect to design parameter X the optimization problem یعنی مسئله بهینه‌سازی problem خب نامیده میشه چی؟ linear optimization یا اصطلاحاً linear programming or linear programming پس بچه ما بحث اگر این تابع Fمون و تابع G و E همه خطی باشن بهش میگیم بچه ها چی؟ یه بهینه‌سازی خطی یا بهش میگیم بهینه‌سازی خطی یعنی linear optimization یا بهش میگیم linear programming یا LP linear programming یا LP بهش پس برنامه ریزی خطی هم میگم programming میشه برنامه ریزی پس ما به یه همچین تابعی این که در واقع این حالت کلی بهینه‌سازی این حالت کلی بهینه‌سازی که حالا بهش خود این هم میگن نان لینیر این در حالت کلی بهش میگن نان لینیر پروگرامینگ پس بچه ها این رو هم می‌نویسم این بالا که a general for a single objective optimization that stated که بیان می شود as a following equation به صورت معادلی بیان می شود یک فرم کلی از یک در واقع بهینه‌سازی تک هدفه که به صورت زیر بیان می شود نامیده می شود حالا نان لینیر اپتیمایزیشن بهش میگن بهینه‌سازی معمولا it called نان لینیر پروگرامینگ و نان لینیر اپتیمایزیشن حالا یا بهش میگن برنامه‌ریزی غیر خطی یا بهش میگن اپتیمایزیشن غیر خطی بهینه‌سازی غیر خطی پس بهش میگن نان لینیر optimization یا چی یا بهش میگن نان لینیر پروگرامینگ پس ما به همین مسئله بهینه‌سازی بچه‌ها از این به بعد بدونیم بهش مسئله برنامه‌ریزی هم میگیم بهش میگن non-linear optimization or non-linear
مثلا NLP Non Linear Programming. پس مسئله در حالت کلی Non Linear Programming به این صورته که اگر FG و E خطی باشن بهش میگن Linear Programming. مثال چی؟ مثال برام میذارم. مثلا FX، مثلا فرض کنید X تابعی از سه تا پارامتر باشه. مثلا تیری داریم فرض کنید سه تا پارامتر داره. این پارامترهاش مثلا ابعاد مقطع است، PH و مقدار بارگذاری هستش، یک کیوب بارگذاری. این سه تا دیزاین پارامتره. مثلا هدف چیه؟ هدف اینه که میخواین مثلا لنگر مینیموم بشه، لنگر مینیموم بشه و ابعاد مقطع تا یه حدی از یه حدی کوچیک‌تر نشه. خب اینجا ما یه سری پارامترها داریم که عرض کردم خدمتتون، ابعاد مقطع و بعد مثلا سه تا فرض کنید دیزاین پارامتر داره، یعنی سه تا متغیر هست x1 x2 و x3 و یه چیزی دیگه میخواد مینیمم بشه، یعنی f میخواد مینیمم بشه. حالا رابطه ایم که مینویسیم، من یه رابطه مثال میزنم که ببینید روابط خطی f به چه صورتی هستش. یه دونه مثال میزنم، این قسمت پایین. For example، برای مثال این تابعی که الان می‌نویسم این یه حالت برنامه‌ریزی خطی داره. خب minimize f، مثلا این x شامل سه تا پارامتر هستش، مثلا x1 x2 و x3. خب مثلا من یک رابطه ای از x1 x2 و x3 می‌نویسم، مثلا سه تا x1 به اضافه 2 تا x2 منهای مثلا 5 تا x به توان 1. اینجا می‌بینید که x‌ها همه‌شون خطی هستن، آخر x3 می‌ذارم. خطی هستن یعنی توانشون مثلا 2 نیست، 3 نیست، رادیکالی نیست، سینوسی نیست، کوسینوسی نیست. اینها رو بهش میگن چی؟ این اف رو بهش میگن یک تابع چی؟ یک تابع خطی. مثلا جی چی؟ مثلا خود این جی مثلا یک همچین تابعی هستش که x1 به اضافه 2 تا x2 منهای 3 تا منهای x3 مساوی است با صفر. حالا مثلا به اضافه 5 هم ممکن یه عددی هم اینجا باشه. این یک در واقع عبارت خطی هستش. حالا اینجا ما ممکنه چند تا رابطه نامساوی داشته باشیم بچه ها، یعنی ممکنه یه دونه رابطه نامساوی نداشته، ممکنه چند تا داشته باشیم. مثلا اینجا 5 تا x1 منهای فرض کن 3 تا x2 و مثلا x3 اصلا هیچی نداشته باشه، اینجا هم به اضافه 1 مساوی است. پس اون قید نامساوی ممکنه چند تا باشه. به همین خاطر بچه ها ما این g که اینجاست رو بولد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی خود این g چند تاست؟ این برداره، این یعنی g1، g2، g3 به همین صورت. و این e هم واسه بولد بکنیم، یعنی خودش هم یک برداره، این برداره. یعنی اینجا ما چند تا قید مساوی ممکنه داشته باشیم، اینجا هم ممکنه چند تا قید نامساوی داشته باشیم. پس اینجا دقت بفرمایید، این f اگر بین سازی تک هدفه باشه، فقط این f بولد نیست، یعنی برداری نیست، یه دونه اصلا این x دیزاین پارامتر ها بولد میشه. و اینجا g و e هم به صورت بولد شده میاریم، یعنی ما تو صفحه قبلی هم g و هم e بولد شده است. به همین خاطر اینجا نوشتیم inequality constraints، یعنی نامعادلات، قیدهای نامعادله constraints inequalities. پس اینجا g و e رو هم به صورت بولد شده میاریم. خب این یه مثالی هست. حالا یه دونه معادله هم تساوی رو هم می‌نویسیم، مثلا x1 اضافه x2
اضافه دو تا x به نهای 3 مساوی با 0. نه قید های این مسئله. ببینید این مسئله یه مسئله، یه مثالی از یه مسئله خطیه. ما این قسمت رو میخواییم مینیمایز کنیم با این سه تا شرط. خب این یه مثالی هستش که ما در طول این درس خدمتتون میگیم که چجوری میتونیم اینها رو حل کنیم. ولی معمولاً اونایی که یه متغیر دارن بچه‌ها یا دو متغیر دارن، ما اونها رو میتونیم به صورت ترسیمی بتونیم حل کنیم. من جلسه قبل در مورد یه تابع یه متغیره خدمتتون گفتم که اگر تابع یه متغیره باشه معمولاً به چه صورتی این رو بیان خواهیم کرد، چجوری بحث بین‌سازی بیان میشه. پس ما حالا نانلینیر اپتیمایزیشن رو گفتیم، اینجا میگه گرافیکال پرزنتیشن آف یه مسئله اپتیمایزیشن. خب معمولا اگر ما یک تابع یه متغیره داشته باشیم for single design parameter، یعنی design parameterمون یه دونه باشه، ما یه دونه داشته باشیم، یعنی f فقط تابعی از یه دونه x و حالا اینجا هم اینا هم حالا یه سری قید ها ممکنه داشته باشه. پس ما هم x همون اگر یه دونه ای باشه، حالتی که این یه دونه باشه، این f تابعی از یه دونه x یه دونه x تابعی از یه دونه x که میخوایم مینیمایز بشه. حالا اینجا ممکن حالا چند تا قید داشته باشیم، ولی قید ها همشون تابعی از x باشه، تابعی از x، تابعی از x، مثلا به این صورت. این مسئله تابعی هستش، تابع بین‌سازی هستش که یه دونه در واقع متغیر داره. خب تو این حالت عرضم به حضورتون، خب این شرط هایی که هست باعث میشه که مقادیر x ما محدود بشه، مقادیر x ما محدود بشه. پس ببین ما یه محور x1 داریم، یه محور x1 داریم که این قیدهایی که اینجاست، این سابجکت تو، باعث میشه که محدوده قید ما مثلا در یه حالتهایی قرار بگیره. مثلا محدوده مجاز من یه قسمتهایی هستش که مثلا با این رنگ نشون دادیم، مثلا این قسمته، فرض کنید حالا رنگش رو مثلا یه رنگ دیگه میکنم، مثلا رنگ سبز میکنم، این رنگ سبز محدوده مجاز هستش، مثلا دارم میگم. چون وقتی قید میذاریم میگیم که این دیزاین پارامترها هر مقداری نداره، مثلا این مقادیر مجازی که داره مثلا فرض کنید سبز هست و خارج اون قابل قبولی نیست. اصطلاحاً جاهایی که مقدار x قابل قبول هستش، که چون دیگه بچه ها ما به خاطر این محدودیت هایی که میذاریم این x ها یک سری مقادیر خاصی دیگه میگیرن، اون مقادیری که x ها یعنی دیزاین پارامترها تو اون مجاز هستن بهش میگن فیزیبل رژیوم، ناحیه فارسی چی میگم بچه ها بذاریم امکان پذیر نه کلمه دیگه داشت، یه مجاز یه کلمه دیگه داشت، حالا توی بحث فارسی یه چیز دیگه بهش میگن، نای مقادیر مجاز نیست، یه چیز دیگه. خب این x مقادیر، یه سری مقادیر ناحیه مجاز داره، یه سری پس این x ها رو، این قسمت هایی که سبز هست رو اصطلاحا بچه ها بهش میگن
نواحی که مجاز هستش، اصطلاحا بهش میگن فیزیبل رژیون، نواحی مجاز. پس اینا نواحی مجاز هستش و بقیه‌اش نواحی که قرمز. پس این سبز ها جاهایی هستن که این قیدها رو ارضا میکنه. پس اینجا چیه؟ این دو تا سبز اینجا اصطلاحا بهش میگن فیزیبل رژیون رژیون. خب خاصیتشون چیه بچه ها؟ تو این قیدها بچه ها صدق میکنن، اصطلاحا بهش میگن چی؟ ساتیسفای، یعنی ارضا میکنن، ساتیسفای the constraints، constraint functions. پس قیدهای ما رو، اون ناحیه که قیدها رو ما رو ارضا میکنه بهش میگن نواحی مجاز یا فیزیبل. خب که ما یه دونه متغیر داریم و F هم این محور قائم هم خب دیگه F F هستش. خب حالا ما یه نموداری میکشیم، یه نموداری میکشیم به این صورت، فرض کن به این صورت هستش. این خیلی آسون اصلا بیرمشیم این. خب نقطه مینیموم این، نقطه مینیموم این شکل کجاست؟ این قسمت پایین. ولی افتاده تو ناحیه غیر مجاز، اینجا مجاز نیست، اونجا که نامده غیر مجاز هستش رو. خب اینا سبز ها نایه مجاز هستش. خب اینجا مینیموم این F، خب این F داره مینیموم میشه، این یه تابع است، ولی افتاده تو نایه غیر مجاز، بنابراین این اینجا مینیمایز این تابع نیست، بلکه اون جایی که در واقع مینیموم میشه و در نایه مجاز هست اون قابل قبوله. خب کجا به نظر شما قابل قبوله؟ این نقطه بچه ها مینیموم اگر قید نداشت مینیموم اینجا، ولی این قابل قبول نیست. چرا قابل قبول نیست؟ این نقطه مینیموم تابع است. چرا قابل قبول نیست؟ چون داخل قید ها صدق نمی کنه. این به صورت یه مثال شماتیک دارم مینویسم، دارم برای بیان میکنم. پس این قابل قبول نیست. پس کجا قابل قبوله که مینیمایز بشه بچه ها؟ این نقطه اینجا، اینجا بزه این x و بزه این x مقدار f هم اینجا میشه. پس اینجا مینیمایز واقعی هستش ولی قابل قبول نیست، ولی اینجا مینیمایز شده در محدوده ای که ما قید داریم. پس اینجا این یکی که مینیمایز واقعی هستش غیر قابل قبوله، ولی اینجا قابل قبوله. پس این آن اکسپتیبله، این اکسپتیبله، این یکی قابل قبوله. پس ببینید قیدها کار رو سخت میکنن، به یه وقت کار رو سخت میکنن. حالا مثلا یه تابع نسبتا شکل ساده بود، حالا فرض یه تابع پیچیده باشه، یه تابع پیچیده باشه مثلا همین درجه دو، فرض کنید یه تابع اینجوری باشه، یه تابع اینجوری باشه و از اون برم در نظر بگیم که این ناحیه فیزیبل یه ناحیه بچه ها چی باشه؟ یه ناحیه مثلا چند تیکه‌ای باشه. بخوایم یه همچین در واقع بین سازی، تازه حتی تو یه متغیر از ببینیم که وقتا حتی تو یه متغیرم بین سازی ممکنه سخت بشه. خب در هر صورت این بحث تو حالت یه متغیره بود که دیدید ما باید این ناحیه مجاز رو داشته باشیم. این یکی، این یکی رو قرمز میکنم، غیر قابل قبوله. و این یکی قابل قبوله. اینجا
هست این این قرمزه. این unacceptable. و این آبیه acceptable. حالا ممکنه دو نقطه پیدا بشه، یعنی اینجا فکر کنیم مینیمم بشه، اینجا ممکنه مینیمم بشه، اینجا هم ممکنه مینیمم بشه، اینجا هم ممکنه یه مینیمم بشه. ببین اینجا این نقطه که مینیمم میشه، این مینیمم، این نقطه که مینیمم بشه نسبت به نقاطی هستش که این ور هست مینیمم بشه. یه نقطه ای هست اینه که معمولاً ما در مرزهای نواحی فیزیبل مینیمایز رو داریم. مثلا اینجا مرزش اینجا شروع شده، اینجا تموم شده، معمولا اینجوریه. یه نکته ای هست که باید بدونید. اگر اصطلاحا این تابع ما یک نوا باشه، یعنی همش صعود کنه و این برای نزول میکنه، این صعودی نزولی رو داشته باشیم، ما معمولا در مرزهامون بهینه سازی رو داریم که این خودش یه بحثی هست. چون بحث بچه بهینه سازی یک بحث عمیق ریاضی داره که اصلا بچهای ریاضی میخونن، واقعا مقطع ارشد دکترا بهینه‌سازی میرن میخونن، خیلی درس عمیقی هستش. ولی ما دیگه خیلی وارد بحث جزئیاتش نمیشیم. ما اصطلاحا اینجا در واقع توابع محدب دارن، مقهر دارن، کانوکس دارن، از این داستانا که ما وارد اون داستان ها نمیشیم و به صورت سازه کاربردش رو در سازه خدمتتون میدید. پس اینجا میبینید که این تابع یه متغیره بود به این صورت بود. حالا واسه یه تابع دو متغیره این موضوع رو نشون میدیم که ببین اگر تابع ما دو متغیره بود به چه صورتی هستش. من همین رو در واقع گرافیک پریزنتیشن آف ان کلوزش پرابلم رو این رو داپلیکیت میکنم فور فور two design parameter. وقتی که دو تا متغیر طراحی داشته باشیم، مثلا x1 و x2، خب تابع ما بچه‌ها تابع دو متغیر است. مثلا تابعی از x و y هستش، مثلا خروجیش میشه z، x y z. اصطلاحا بچه‌ها این f میشه یه رویه، این g خودش مثلا باز تابعی از x1 و x2 میشه و e هم تابعی مثلا از باز مجدد تابعی از x1 و x2 میشه. خب اینجا من قسمت اضافی رو پاک میکنم. اینجا عزیزان من ما دو تا متغیر x1 و x2، دو تا متغیر داریم x1 و x2. خب این x1 و x2 با توجه به مقادیر g و e در یک نواحی اینا قابل قبوله. مثلا من یه ناحیه میکشم، یه ناحیه میکشم که این قابل قبوله، به این ناحیه قابل قبولش میگن فیزیبل ریجیون. این فیزیبل ریجیونه. خب این فیزیبل ریجیون در واقع چیه؟ در واقع این ناحیه ای است که این رو در واقع این دوتا رو ستیسفای میکنه. خود اینا در واقع تابعی از x1 و x2 هست. اگه این تابع نباشه یعنی کل این قابل قبوله. و وقتی که حالا گفتیم که تابعی از این هاست، یعنی یه ناحیه ای از x1 و x2 میشه ناحیه مجاز ما. پس این ناحیه که میبینی یه ناحیه محدود شده است که در این g و e صدق کرده. حالا من رنگ داخلش رو مقداری عوض کنم. خب
خب این لایه در واقع فیزیبل هستش که در واقع ساتیسفای کرده کانستریند فانکشنز رو. خب حالا اف رو چجوری در واقع نشون بدیم اینجا؟ اف در واقع یه جورای محور زده، ولی ما این محور زد رو به صورت یه رویه داریم نشون میدیم. رویه که میگه بچه ها مثلا یک سطح، حالا مثلا یه مثالی الان مثل همین شکل مطلب که این یه رویه است. این رویه ما معمولا سطح زمین رو ارزم بزرگ بچه ها من این تلفن رو جواب بدم اصلاحی میکنم. بسیار، همونجوری که عرض کردم وقتی که تابع ما دو متغیر است، این ناحیه مجاز در واقع فیزیبل رژیون یه ناحیه میشه که حالا ممکنه یه ناحیه یا چند ناحیه باشه که قسمتی از یک سطح رو به در واقع قسمتی از صفحه رو نشون میده. ما اگر این قیدها نباشه کل این صفحه به عنوان ناحیه مجاز هست، ولی وقتی که قید داریم این قیدها یک ناحیه رو مشخص میکنه که این ناحیه که مشخص میشه رو بهش میگن ناحیه فیزیبل، ناحیه ای که مجاز هستش که مقادیر x و x ها x1 و x2 اینجا در این ما انتخاب کنیم که ناحیه مجاز هستش. خب خود نمودار f به چه صورتی هستش؟ f چون تابعی از دو متغیره متغیر هستش به عبارت این F بچه ها میتونیم بگیم که حالا مثلا X محور X ها باشه X1 و Y این X2 Y باشه و مقادیر F تبدیل به Z میشه. این بچه ها یک رویه رو نشون میده، در یک فضای سه‌بعدی یک سطح رو نشون میده، مثل سطح زمین، مثل سطح زمین که به ازای هر مختصات XY یه دونه Z داره. پس این یه رویه است مثل سطح زمین. میدونید که سطح زمین رو ما به صورت ساده‌ای میتونیم با استفاده از خطوط توپوگرافی، یعنی کانترهایی که تو توپوگرافی هستش تو نقشه ها که ما مهندس عمران هستیم خیلی راحت نشون بدیم. الان من به صورت شماتیکی یه سری کانتور رو میکشم که نشون دهنده در واقع این F هستش. مثلا مقادیر F فرض کنید مقادیر F به این صورت هستش. این F این مقادیری هستش که ارتفاعشون یکسانه. حالا رنگش رو سیاه میکشم. خب اینجا یه مقادیر مختلفی که F داره به صورت کانتور میکشم مثل توپوگرافی. این مقادیر F مثلا مقدار F فرض کن اینجا مثلا 80. این فرض کن ارتفاع زمینه، واقعا این F ارتفاع زمین، مثلا این 80 متره، این مثلا 70 متره، این فرض کنید 60. مقادیر F مقادیری که مقادیر یکسانی دارن به صورت کانتوری نشون دادیم. اینجا فرض کنید مثلا 40. اینجا مثلا 30 هستش. اینجا مثلا 20 و اینجا 10. سلام. خب به نظر شما بچه ها اینا مقادیر F، این F کجا مینیموم میشه؟ به شرطی که توی ناحیه هم بیفته. ببینید تو این ناحیه
مقادیری افی که داریم از اینجاست که مثلا فرض به حدود 75 تا اینجا میاد که 30 اینجا 30 هستش. به نظر شما مقادیر اف در این ناحیه مجاز کجا مینیمومه؟ این نقطه، این نقطه که اینجاست، یعنی به ازای اف مساوی با سی، نقطه مینیموم اینجاست. مینیموم مقدار افی که داخل این ناحیه صدق کنه این ناحیه است که میبینید که بر روی دوباره مرز این در واقع ناحیه فیزیبل افتاده. پس اینجا این در واقع اینی که میبینید مجدد من رنگش رو قبلی سبز کردم، اینجا سبز میکنم، این ناحیه روزی تو قبلی سبز کردم هم قبلی این آبی رو خب بچه ها دوستان از اینجا تو این نقطه که مثلا میشه 20 چرا اینجا قابل قبول نیست؟ اینجا که شده F شده 20 اینجا چرا قابل قبول نیست؟ چون تو ناحیه ارزم به حضورتون بله ناحیه فیزیبل نیستش، فیزیبل نیست. خب پس اینجا کلن غیر قابل قبوله چون تو ناحیه فیزیبل نیست، ولی این نقطه، این نقطه میتونه مینیموم باشه. مثلا اینجا شده چند؟ شده 40، شده 40. اینجا تو ناحیه فیزیبل مثلا افتاده، داخل ناحیه فیزیبل هست ولی مینیموم نیست، اینجا مینیموم نیست. برای بچه ها ما دنبال تو بین سازی دنبال مقداری هستیم که داخل در واقع ناحیه فیزیبل، یعنی مقادیر ایکسی که برای ما قابل قبول باشه. پس اینجا میبینید اینا اکسپتیبل، اینا اکسپتیبل هستن، ولی این یکی در واقع نقطه بهینه است. این اپتیموم، این سبز اپتیموم، این اپتیموم نقطه بهینه است. پس این آبیا اکسپتیبله، قابل قبولن. اونایی که داخل ناحیه هستم درست قابل قبوله، ولی مینیموم نیستن. این سبز مینیمومه، گلوبال مینیمومه، گلوبال مینیموم، یعنی مینیموم کلیه. این مینیموم کلی هستش که اینجا داریم. پس میبینیم که معمولا نقطه مینیموم کلی کجا اتفاق میفته؟ معمولا تو مرز. خب خب پس بچه ها به صورت کلی این فرم یک مسئله بهینه‌سازی به این صورت بیان میشه. این در واقع یک مسئله یه درجه در واقع تک هدف است. وقتی که چند تا هدف داشته باشین اینجا بعدم بهتون میگیم این ناحیه قابل قبول، ناحیه جواب ها ممکنه وقتی که چند تا هدف داشته باشه ممکنه یه نقطه، نقطه یه اپتیموم نباشه که اصطلاحاً ممکنه یه ناحیه قابل قبول باشه برای جواب وقتی که چند تا حتابه هدف داشته باشیم. پس وقتی که چند تا هدف داشته باشیم ممکنه بچه ها یه نقطه پیدا نشه، ممکنه یه نقطه، بلکه چند تا نقطه باشه، یعنی چند تا جواب داشته باشیم. یعنی مثلا فرض کنید ما میخوایم در یک سازه هم در واقع هزینه ساخت رو مینیموم کنیم و همین که در واقع آسیب پذیر لرزه ای رو مینیموم کنیم. خب از این ور چون دو تا هدف داریم، خب یه جایی ما مثلا فرض کنیم قیت های تنش و اینا رو، قیت های دریفت و ریفت و اینا رو همه گذاشتیم. خب یه جایی میبینیم که خب اگه ابعاد زیاد باشه آسیب پذیری کمتر میشه، اگه ابعاد
و از طرفی چی میشه؟ هزینه میره بالا. پس وقتی که میخوایم آسیب پذیری رو کم کنیم، باعث ابعاد مقطع رو ببریم بالا دیگه. ابعاد مقطع که بره بالا چی میشه؟ وزن سازه زیاد میشه. وزن ما از اون ور میخوایم بینه سازی کنیم، وزن سازه مینیمم بشه. ما میخوایم هم وزن مینیمم بشه، هم آسیب پذیری مینیمم میشه بشه. این دوتا مینیمم سازی یه مقداری ممکنه در خلاف جهت هم حرکت کنن، و یا اینکه میتونیم بگیم آپشن های مختلفی در جواب این مسئله خواهد بود. یعنی یه نقطه بهینه نداره، بلکه مجموعه ای از نقاط خواهد بود که حالا به اون ناحیه‌ای که جواب های بهینه چند هدف است، بچه ها بهش میگن ناحیه پارتو. پارتو کلام مینویسمش. پس بچه ها ما در بحث جواب های سینگل در واقع یه درجه تک هدفه. پس ما ببینیم ما تو تک هدف ها که اینجا خدمتون عرض کردیم، جواب یه دونه ایکسه که بهش میگن ایکس بهینه. پس اگه ما این رو حل کنیم بچه ها، این رو حل کنیم تابعی که در واقع تک هدفه باشه، سینگل ابجکتیو باشه، ما یه ایکس اپتیموم به دست میاریم، یه دونه ایکس به دست میاریم، یه دونه x به دست میاد که بهش میگم x اپتیموم بهینه است. x اپتیموم اینجا ناحیه‌ای به دست میاد، پس اینجا یه دونه به دست میاد، اینجا مجموعه‌ای به دست میاد. x اپتیموم 1، x اپتیموم 2 و حالا ممکنه چندین x اپتیموم به دست بیاد که هر دو تا این همه این ایکس اپتیموم ها تمام در واقع این مالتی ابجکتیو ما رو همشون رو ارضا کنه و ما چندین آپشن داشته باشیم. پس ایکس اپتیموم شماره n بزرگی که حالا میخوایم بگیم که در واقع با ارزم بزرگتون n کوچیکی که تعداد متغیر طراحی بودی که نیست. پس اینجا ما مجموعه ای از نقاط داریم که این مجموعه نقاط معمولا ممکنه در محور مختصات یه سری ناحیه رو نشون بده که به اینها میگن ناحیه پارتو. پس این وقتی که یه دونه سینگل ابجکتیو داشته باشیم، یه دونه چی داریم بچه‌ها؟ یه دونه ایکس خروجی داریم. ولی وقتی که چند هدفه باشه، ممکنه چندین جواب باشه که این چندین جواب بایستی این چندین جواب رو بررسی کنیم، ببینیم مثلا ممکنه تو همین بحث وزن سازه و آسیب پذیری سازه ممکنه آپشن های مختلفی از این بحث بین سازی در بیاریم که دیگه ممکنه شما با قضاوت مهندسی خودتون یکیشون رو انتخاب کنیم. در هر صورت اینجا تو تک هدف ما یه دونه جواب داریم، ولی در چند هدفه مجموعه از جواب ها رو داریم که به این میگن پارتو. پارتو رژیم این ناحیه، چون خود ایکس ها یه ناحیه نشون میده که بهش میگن ناحیه پارتو. ناحیه پارتو چیه بچه ها؟ ناحیه ای هستش که جواب ها در همه در واقع ابجکتیو ها صدق میکنه، در تمام اهداف تابع بین سازی صدق میکنه. خب این مقدمه بود از بحث بین سازی. خب دوستان عزیزم، من اینجا این فیلمی که داره ضبط میشه رو استاپ میکنم.